سلام من امیر تقیبادی هستم توی این قسمت میخوام در مورد لین متودولوژی صحبت بکنم و احتمالا خیلی از افرادی که هم که این ویدیو رو دارن میبینن باش یا آشنایت داشته باشن کما این که به نظرم مثلا خیلی زیادی از افرادی که احتمالا اسمش رو شنیدن یا حتی مدعی هم که باش آشنایی دارن یه نکته زریفی رو توش یا ندیدن یا دقت نکردن که روی اون موضوع خیلی میخوام تمرکز کنم اما قبلش یه توضیح اولیه بده برای افرادی که نمیدونن چیه ببین خیلی منطقیه که شما وقتی میخوای یه ایده رو در حقیقت کنی بیای و اون رو یه مقداری خوردش کنی یه مقدار کوچیکش کنی و تا جایی ممکن تا جایی که به اصل کاری که میخوای بکنی لطمه نزنه بیایی توی قطعات کوچیک انجامش بدی و تستش کنی که مطمئن بشی آیا این کار درست انجام شده یا میشه یا کاربر علاقه من هست به چنین فیچری به چنین محصولی یا نه خیلی بدیهی هم هست دیگه یعنی اینکه شما وقتی میخوای یک در حقیقت مثلا ساختمونی بسازی یه دفعه نمیری بسازی دیگه مثلا بدون اینکه به هیچکی نشون بدی بدون اینکه به سرمایه گذار نشون بدی بدون اینکه به خانوادت نشون بدی به احتمالا مثلا کار برای احتمالی آینده نشون بدی میری اول یه ماکت از, از ازش میسازی حالا یا تو دنیای فیزیکی یا تریدیش میکنی توی کامپیوتر و مثلا به افراد نشون میدی که ببینین آیا نظرشون چیه نظرشون خوبه بعد چه فیدبک هایی دارن که اون فیدبک هایی که میگیری رو توی مرحله اولی قبل از اینکه شروع کنی آجر به آجر روی هم بذاری اون کار رو انجام بدیم به جای اینکه بری تا یه جای جلو بعد به نتیجه برسی که خب الان که دیگه راه برگشت ندارم میدافه مثلا ندارم از این عکس ها دیدین یه یعنی یه دیوار زده مثلا یه در زده فاصله سمتری و هیچ پله ای هم نداره خب اینا خیلی بدیهیه که این اشتباهات حالا این خیلی اگزجره بود ولی به هر حال اشتباهات این چنینی پیش بیادیم. مثلا در رو به یه سمتی باز بشه که مثلا رفت آمد سخت باشه یا وسیله نشه اوبر داخل خونه از اینجور اشتباه فاهی زیاد دیدیم در نتیجه میان و توی مرحله در مکاب به سر آدم نشون میدن تست میگیرن نظر میگیرن هی تیکه تیکه که میرن جلو این کاره انجام میشه به هی به آدم های مختلف نمایش داده میشه این ناظر پروژه یه ذره کارش همینه دیگه حالا فارغ از اینکه در حقیقت محتوا و جنس مصالح رو در نظر بگیره اینه که مثلا این رو هم مد نظرش هست که این موضوعات درست رعایت شده باشه ما توی دنیای تکنولوژی هم یه چنین مفهومی رو بعد بر یا برای خودمون داشته باشیم یعنی از زمانی که شما میخواین یه محصولی دیولوب کنیم نمیریم بگیم خب این محصول که قراره در انتها داشته باشیم بریم از بیس شروع کنیم زدن هی تیکه تیکه میریم انجامش میدیم و در حقیقت تست میگیریم و نتایش رو تحلیل میکنیم اگه نیازه دوباره ایتریت انجام میدیم یه تغییراتی انجام میدیم دوباره میریم و هی این چرخه تکرار میشه به این چرخه لین که الان اینجا میبینین لین متدولوژی میگن که حالا تو جاهای مختلف مثلا ممکنه یه سری از آیتماش فرق کنه مثلا آیتم کدی که اینجا میگم یا دیولوپی که میگم مثلا اینجای دیگه یه, دیگه یه چیز دیگه داشته باشه به تناسب کاری که قرار انجام بده معمولا در آیدی ایت بعد میاد کد و دیتا توی این حینم اینجوریه که شما یه ایده ای داری میری و اینو میسازیش حالا در حقت اش میدی به هر نوشی و میای اندازه میگیری یه سری دیتا ها رو خب و این دیتا ها در نهایت باعث میشه شما یه چیزی یاد بگیری دوره میری تو مرحله ایده دادن هی این چرخه تکرار میشه به این چرخه و این طرز تفکر میگن لین یا ناب خب تو فارسی به در متولوژی ناب ترجمهش کردن تا این دوش احتمالا چیزیه که تو کتاب رو زیاد دیدیم از آدم زش شنیدیم یا احتمالا دوندش میدونیم بذارین یه مثال بزنم به یه زمانی مثلا شما یه محصولی دارین و میخواین توی این محصول یه فیچر جدیدی داشته باشین مثلا میخواین بیاین دارک مودش کنین فرزن یعنی مثلا حالت شب رو برای محصولی که تا الان لایت مود بوده عموم اپلیکیشن اضافه کنیم خب الان هم ترنده احتمالاً علاقه من هستیم که چنین کار بکنیم احتمالا برنامه نویس و طراح ها هم خیلی علاقه هستن که چنین کاری بکنن چون مورد علاقه در طراح ها و برنامه نویس دارک مود می و میگیم خب بریم انجامش بدیم این بریم انجامش بدیم میشه اون, اون, مدلی که خیلی جالب نیست بعد بیایم و تست بگیریم حالا به فراخور چیزی که میخوایم تست بگیریم میایم و یه روش رو انجام میدیم مثلا ما یه تستی داریم تحت عنوان تست فیک دور که توی ویرگول هم یه مقاله خوبی می در نوشته شده میایم و این در حقیقت یه دکمه میذاریم یه تاگل سویچی میذاریم و آدما وقتی روش میزنن که مثلا دارک مود فعال بشه به جای اینکه فعال بشه یه پیامی بهش نمایش میدیم که در حقیقت این ویژگی هنوز فعال نشده و به زودی فعال میشه ما میخواستیم مثلا ببینیم که چند نفر علاقه من هستن چرا میمیم کار میکنیم؟ چون هزینه توسعه و طراحیش مقداری شاید سنگین تر باشه نیاز باشه که قبل از اون بدونیم که مثلا چند نفر علاقه من هستن که یه چنین فیچر داشته باشن علاقه هستن که دارک مود داشته باشن تا اینجام که به نظر منطقی میاد همه چی همه چی بر اساس مدل رفتیم اینجا اون نکته ایه که به نظر نکته ظریف است که باید بهش توجه کنیم هرچند این روش درسته به نظر درست میاد اما واقعا فکر میکنم مهمترین نکته لین اینجاست که هرچند که جهت چرخش جد، جد، توی زمان این مدلی اتفاق میفته یعنی از آیدیا میایم کد و دیتا و در یه چیز یاد میگیریم اما برنامه ریزی براش کاملا برعکسه یعنی شما باید بدونی که چه چیزی رو میخوای یاد بگیری بر اساس اینکه چه چیزی میخوای یاد بدونی بدونی که چه دیتایی باید جمع کنی و بر اساس اینکه بدونی چه دیتایی میخوای جمع کنی بعد بدونی چه چیزی رو باید اندازه بگیری و بر اساس اینکه بدونی چه چیزی باید اندازه بگیری میری و میسازی خب در نتیجه برگردیم مثلا به همون مثال دارک مود ببینیم ما از اون طرف که بهش نگاه کردیم اومدیم یه تست فیک دور گذاشتیم و اتفاق که این وسط افتاد این بود که فهمیدیم چند نفر مثلا چند درصد آدم کاربرمون علاقه من هستن که تو محیط دارک مود کار کنن با اپلیکیشن یا وبسایت ما اما این نکته خوبی به ما یاد نمیدیم شاید مثلا یه سری آدمان باشن که همینجور تست کرده باشن ببینن که اون ظاهره چطوره ما چرا میخوایم دارک مود کنیم ببین با این سوال بچه کنیم چرا میخوایم دارک مود کنیم چه چیزی رو میخوایم یاد بگیریم میخوایم بدونیم که آیا آدم ها اگر دارک مود براشون وجود داشته باشه میرن و یعنی مثلا ممکنه که بیشتر خرید کنن ممکنه که زمان بیشتری رو بگذرونن داخل اپلیکیشن یا وبسایت ما که همه اینا طبیعتا منجر به افزایش سوداوری ما میشه اینجور سوالا رو میخوایم در بیاریم دیگه خب بعد برای, برای اینکه بفهمیم یه چنین ویژگی در حقیقت این اگر مثلا تو دارک مود باشن بیشتر انجام میدن یا نه مثلا بعد یه ای بی تستی انجام بدیم ما همزمان هم, هم دارک مود رو براشون بذاریم هم لایت مود رو بذاریم و بعد توی اونجا ببینیم که مثلا اگر دارک مود باشن چه تعداد آدم مثلا چه کامرجن چقدر رشد میکنه چقدر احتمالا فروش بیشتر میشه تو نسخه مخصوص شب نسبت به نسخه مخصوص روز و بر اساس این بیایم یه چیزی بسازیم خب حالا این توی این مثالی که بهتون گفتم به مثلا فرض کنیم ما میخوایم ببینیم که توی اپلیکیشن وی دی که نمایش فیلم و سریال میده اگر که دارک مود داشته باشیم آدم ها یه وقت بیشتری رو میذارن بیشتر فیلم میبینن بیشتر ممکنه احتمالا خرید بکنن اینو شما هیچ وقت با یه تست فیک دور نمیتونه انجام یه ویژگی بذاری به آدم تست بکنن یا نه خیلی از آدم ها هیچ وقت ممکنه نرن داخل سیتینگ اما همون آدم ها اگر یه دفعه مثلا از ابتدا اپلیکیشنشون دارک مود باشه ممکنه که حس بهتری داشته باشن و بیشتر از اپلیکیشن استفاده کنن توی این حالت دیگه مجبوری شما بری دقیقا چیزی که لازمه رو بسازی یعنی مجبوری که بری هم دارک مود رو بسازی هم تراش بکنی و هم دیولوب بکنی و در نهایت هم یه ای انجام بدی و آدم ها رو بفرستی به لایت مود و دارک مود ببینی که توی کدوم یکی کامرژن جنریت بالاتر کدوم یکی خرید بیشتر اتفاق میفته کدوم یکی آدم ها بیشتر فیلم نگاه میکنن کدوم یکی بیشتر داخل سایت اپلیکیشن باقی میمونن به پس مفهوم لین اینجوری نیستش که بیایم تا جای ممکن کوچکترین حالت رو انجام بدیم ساده ترین حالت رو انجام یه زمانی شما واقعا مجبور بیرید محصول رو بسازی اینجاست که اون نکته اساسی شکل میگیری که باید بدونی چه چیزی میخوای یاد بگیری و متناسب با اون بیای و یه محصولی رو دیولوب کنی محصولی بسازی به نظر واقعا مهمترین نکته ای که توی مفهوم لین هست این موضوع بود و حالا امیدوارم که با هم دیگه در موردش بیشتر صحبت بکنیم خوشحالم که گوش دادین اگر که از داخل یوتیوب میبینین یا اینستاگرام یا آپارات که فالو بکنین کامنت بذارین و به دیگران بفرستین این ویدیو رو اگه مورد توجهتون بوده ممنونم